آتش سوزی در یک پایگاه نظامی در کریمه. سرگی یاکسیونوف رئیس کریمه اعلام کرد به دلیل آتش سوزی در یک زمین آموزش‌های نظامی در منطقه کیروفسکی بخشی از بزرگراه فدرال تاوریدا مسدود شده است. قرار است بیش از 2000 نفر از 4 شهرک واقع در نزدیکی محل آتش سوزی تخلیه شوند. مقامات محلی اعلام کردند که تخلیه 4 شهرک در نزدیکی محل آتش سوزی در کریمه تقریباً برای یک روز انجام می‌شود. علت آتش سوزی توسط مقامات مربوطه در دست بررسی است. تا کنون این حادثه هیچ قربانی نداشته است. دفع عواقب ناشی از آتش سوزی در اسرع وقت انجام خواهد شد. کمک‌های لازم به ساکنان محلی که از شهرک‌های اطراف آتش سوزی تخلیه شدند در حال ارائه است. اتفاقات مرموز و زیرپوستی در کرملین. این تیم قدرتمند علیه پوتین توطئه می‌کند. چه کسی سودای رهبری دارد؟ یک افسر سابق روسی هشدار داد که حلقه نزدیک ولادیمیر پوتین در حال توطئه برای برکناری رهبر روسیه به منظور پایان دادن به جنگ فاجعه بار او در اوکراین هستند. پس از شورش واگنر اما و اگرها درباره آینده سیاسی پوتین رهبر روسیه بیشتر می‌شود و پاکسازی‌های حلقه‌های داخلی در کرملین نمایی تازه از تحولات روسیه را نشان می‌دهد. ایگور گیرکین افسر سابق روسی معتقد است که نزدیکان پوتین که آنها را اوزروس می‌نامند قصد دارند عملیات نظامی روسیه را در پی شورش مسلحانه و حیرت انگیز یوگنی پریگوژین رئیس واگنر خراب کنند. به نوشته سان اوزروس، گروهی از ثروتمندان، تاجران و بانکداران روسی هستند که خاستگاه آنها در لنینگراد بود و از سال 1996 به بعد قدرت زیادی پیدا کردند و در کرملین صاحب پست و منصب شدند. گریکین وبلاگ نویس بررسی نظامی روس در همین راستا بر این باور است که حلقه وفادار اکنون در حال نقشه کشیدن برای سرنگونی پوتین هستند تا جنگ در اوکراین به پایان برسد. او ادعا کرد که این گروه قدرتمند متشکل از افراد پرنفوذ با تاثیرگذاری بر وزارت دفاع و سرویس امنیت ملی روسیه و سایر ادارات مهم دولتی قدرت را از پوتین گرفته و فرد دیگری را جایگزین خواهند کرد. با وجود اینکه شورش واگنر به جایی نرسید، گریکین معتقد است که این عملیات موفقیت آمیز بود، زیرا سبب جرقه زدن جنگ قدرت در کرملین شد و ضمن آشکار شدن شکاف در آن، قدرت و تسلط پوتین را نیز زیر سوال برد. دست کم 8 تن از مقامات ارشد روسیه در یک پاکسازی دست جمعی بازداشت یا از کار تعلیق شدند، زیرا سرگئی شویگو وزیر دفاع پوتین با یافتن مخالفان آنها را از کرملین پاکسازی می‌کند، چرا که تصور می‌شود تعدادی از اطرافیان پوتین قبل از وقوع کودتا از آن مطلع بودند. در حالی که پوتین تلاش می‌کند تا حکومت خود را حفظ کند، گیرکین گفت که حلقه داخلی قدرتمند او اکنون می‌خواهد او را برکنار کند و پریگوژین رئیس واگنر یا سرگئی کرینکو معاون اول دفتر پوتین را به خدمت بگیرد. طبق گزارش رسانه روسیه مدوزا، کرینکو 60 ساله در حال حاضر تلاش می‌کند خود را به عنوان جانشین احتمالی پوتین معرفی کند. گیرکین گفت قدرت‌های درون مافیای حاکم در حال حاضر به صورت برنامه‌ریزی شده توسط توطئه‌گران پشت کودتا بازتوزیع می‌شوند. مثلث قدرتمند شویگو وزیر دفاع، وروبیو فرماندار منطقه مسکو و سوبیانین شهردار مسکو اگرچه هنوز در قدرت حضور دارند اما بخشی از توان و نفوذ خود را از دست دادند و به تدریج نفوذ و اعتبار آنان به سمت گروهی از اولیگارش‌ها سرازیر می‌شود. این گروه به شدت علاقه‌مند به پایان دادن به جنگ با هر شرایطی است و در هیچ موردی اجازه نخواهد داد پیروزی حاصل شود و رئیس جمهور را به لزوم درک پذیرش شکست و انتقال قدرت به جانشینی که از این گروه معرفی شده است سوق خواهند داد. در این بین آن چیزی که مایه تعجب شده این است که پوتین تمام سیستم سیاسی خود را حول محور وفاداری بنا کرده و رسیدن اولیگارش‌ها به قدرت و ثروت در این سال‌ها نیز مسئله قابل توجهی به نظر می‌رسد. برای مثال ولادیمیر یاکونین رئیس آهن دولتی روسیه شد و یوری کووالچوک رئیس بانک موفق راشا شد. همچنین آندری فورسنکو اکنون در کرملین دستیار است. یاکونین نیز اوزروس را به عنوان گروه کوچکی از مردم متحد با منافع مشترک و البته وفادار به کشور توصیف می‌کند که هدفشان پیشبرد امور در کشور به بهترین نحو است. تام رابرت، استاد مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا در کالج اسمیت گفت شورش واگنر اختلافات نظر و بی‌ثباتی را در میان نخبگان روسیه از جمله رهبری نظامی آشکار کرد. وی افزود به نظر می‌رسد اقدامات پوتین نیز این موضوع را تایید می‌کند، زیرا رهبر مشتاق است کنترل خود بر نیروهای مسلح را فرافکنی کند و اعلام کند که وحدت ملی شکست شورش را تضمین می‌کند. میخائیل روستوفسکی، کارشناس مسائل سیاسی در روسیه، گفت که پریگوژین ممکن است در غلبه بر پوتین و قدرت گرفتن پیشتاز باشد.
روستوفسکی گفت اگر واگنر برای دولت روسیه ضروری است، پس پریگوژین هم برای واگنر ضروری است. رؤسای قوای رسمی روسیه و سازمان‌های مجری قانون به راحتی با کمک یک فرمان رهبر تغییر می‌کنند، اما در مورد ساختار ایجاد شده توسط یوگنی پریگوژین همه چیز کاملاً متفاوت است. در واقع واگنر پریگوژین و پریگوژین واگنر است و بدون ارتباط با یکدیگر آنها به سادگی نمی‌توانند وجود داشته باشند، یا اگر بتوانند کارایی و عملکرد آنها به شدت کاهش خواهد یافت. به همین ترتیب واگنر بدون روسیه و بدون بودجه دولتی روسیه نمیتواند وجود داشته باشد. بیشتر از سوی جمعی از کارشناسان امنیتی پیشنهاد شده بود که جاسوسان MI6 میتوانند با جلب نظر کودتاچیان روسی با پول نقد، رولکس های طلایی یا حتی صندلی های ویمبلدون به خلع پوتین کمک کنند. این پس از آن منتشر شد که اسناد افشا شده ی پنتاگون حاکی از آن بود که پوتین ظاهرا تحت شیمی درمانی قرار گرفته و حلقه نزدیک او ممکن است از بیماری مشکوک او برای توطئه علیه او استفاده کنند. گنجینه بسیار حساس اسناد جاسوسی ایالات متحده به آتش گمانه‌زنی‌ها در مورد وخامت وضعیت سلامت پوتین دامن می‌زند. یک صفحه فوق سری در این اسناد وجود دارد که ادعا می‌کند ورود روسیه به جنگ اوکراین به منظور تخریب وجهه پوتین بود که پیشبرد آن منوط به ناتوانی پوتین در حین درمان و شیمی درمانی بود. به علاوه اینکه ادعا می‌شود سرطان پانکراس و پارکینسون از جمله بیماری‌هایی است که پوتین با آن دست و پنجه نرم می‌کند. گیرکین معتقد است ماه‌های آینده واقعیت بیشتری را از جنگ قدرت در کرملین آشکار می‌سازد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار. یک